سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن. چون جمعه شبهای پیشین و دیگر شماره های تفسیر خبر میپردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. اختلاس های مالی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. نمونه های تازه ای از اختلاس های مسئولان و کارگزاران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی فاش شده است. آن سوتر کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوحه بار دیگر نسبت به دخالت‌های حکومت ایران در کشورهای در اوضاع داخلی منطقه هشدار داد و اوضاع در سوریه و عراق به چه سمتی می رود و همچنین پیامدهای گرانی نان در ایران و ارزان شدن نفت در عرصه بین المللی. با من و شما هستند در لندن آقای علیرضا نوریزاده و این بار در شیکاگو آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر محسن سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا با سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی و عذرخواهی هم میکنم که به دلیل مسافرت قدری غیر رسمی خدمتون رسیدم. برحال امیدوار مشکل فنی نباشه در ادامه برنامه. آقای نوریزاده پرسش رو از همین اختلاس های مالی ناچیز آغاز کنیم. این ظاهرن کار این شده که بیان پرونده های اختلاس ها در دوره آقای احمدی نژاد رو کنیم. بسیار این اختلاسات شده و مگر نه اینکه ولی فقی ببخشید ناظر هست بر عمل کرده همه این آقایون، پس ایشون چه میکرده در اون موقع؟ پس حداقل این هست که نشون میده ولی فقی در اونجا حواسش جای دیگه ای بوده که این همه تونستن اختلاس کنن. بله به نظر من ولی فقی به علت کسالتی که دارن و مشکلات ناشی از اون انفجار اول انقلاب و همه اینا به نظرم زمان استراحت ایشون فرا رسیده و کنارگیری در هر حال میتونه هم اعتبار گذشته رو به ایشون برگردونه و هم اوضاع رو از این وضع نابسامان نجات بده که همه سرنوشت کشور بسته به رأی یک فرد و این بسیار دردناکه برای یه ملتی که 100 سال پیش انقلاب مشروطه رو تجربه کرد. ببینید مسئله دزدی ها و سوء استفاده ها آنقدر در ایران پیش پا افتاده شده که معاون وزیر اقتصاد میاد در تلویزیون توجیه کنه که این پولی که الان 12 میلیارد هزار میلیارد تومانی که صحبتش چی بوده، میگه ببینید این همش دزدی نیست، یه طرف یه چک 100 میلیون تومانی صادر میکنه بی حساب، این همینجوری تو 10 تا بانک میگرده میشه 1 میلیارد، این 12 میلیارد هزار میلیارد هم یه همچی چیزیه. یعنی ببینید انقدر سوء استفاده و دزدی چیز ساده ای شده که اصلا به راحتی با هم برخورد، میلیارد، 5 میلیارد، 100 میلیارد، به خاطر اینکه نظام از اساسش دزده. شما وقتی حق مردم یعنی حق الناس رو دزدیدی در همه ابعادش، پول مردم هم میدزدی، وقتی حقوق بشر رو زیر پا میگذاری خب حقوق مادی رو میخوری، برات مسئله ای نیست. تو همین چند روزه که ما شاهد
بالا رفتن قیمت نان بودیم، یه فیلمی از خود تلویزیون، حالا دیگه نمیشه گفت حاج عزت، باید گفت آقای سرافراز، پخش شد که خیلی جالب بود. با نانوایی ها مصاحبه میکردن که بله آقا قیمت نان 200 تومن رفت روش اینجوری شو، خب از نظر کیفیت چی؟ بله 30 گرم، 50 گرم، 100 گرم وزنش کم شده. یعنی یه برگ کاغذ رو میدن به دست مردم به نام نان و هیچ کم ککش نمیگزه، برای اینکه اون مجموعه که فعلا دارن بهره میبرن از این مردم برای اونا که مشکلی ایجاد نمیکنه. 1,300,000 نفر تو این شرایط به اسم زیارت اربعین میرن کربلا که وضع به گونه میرسه که ناچار میشن مرز رو ببندن. بچه های کوچک گریان تو سرما تو این اوضاع بد امنیتی عراق، حملات داعش، برای چی؟ کشوری که نیاز به حتی یه دلارش داره با کاسته شدن از بهای نفت، با وضع بد اقتصادی، با عدم حل مشکل اتمی، به چه دلیل 1,300,000 نفر که حداقل 300,000 نفرشون از خاصان و بستگان نظامن، 2,000 دانشجو دانشگاه المصطفى هستن با خانواده هاشون، وای به حال بقیه شون، دار دستی آقای مصباح 500 تا، دار دستی آقای ناصر ابوالمکارم 1,000 تا، همینجوری حساب بکنید برید تا آخر. خب در این مملکت معلومه که اندیشه حکم نمیکنه، تعقل حکم نمیکنه. روزخانهایی برای به دست آوردن دل مریداشون راه کربلا، از روز اول آقای خمینی راه کربلا، یه روز هم مکه رفت، یه روز از کویت رفت، یه روز بیت المقدس رفت، خلاصه هر روز راه کربلا. یادم نمیره فخرالدین اعجازی روزی که نیروهای ایرانی وارد اراضی عراق شدن در جنوب و به قرنه رسیدن، در رادیو صداشو پخش میکرد، میگفت ای حسین شهید اگر به تو آب ندادن ما به قرنه رسیدیم، به جای تو داریم آب میخوریم. خب این ادبیات با فساد مالی چطور ارزیابی میکنه آقای نورزاده به طور خلاصه؟ خیلی ساده ارزیابی میکنه. مملکتی که پول نداره 1,300,000 نفر به کربلا فرستادن و هر نفرشون رو فکر کنیم $300 فقط خرجشه، میبینیم چه ارزی از مملکت خارج میشه. اون وقت بهاشو مردمی میدن که باید نون رو برن گرونتر 300 تومن بخرن و با 50 گرم کمتر. این فسادی که در مملکت حاصل شده به علت بی ارزگی، بی لیاقتی و فساد هیئت حاکمه، نتیجهش رو مردم دارن امروز به شکلهای مختلف میدن. و شما آقای سازگار این منظر رو چطوری میبینید؟ این رقم های تقریبا ریز رو، 12 میلیارد، دیگه کوچکترین نشست هم به دلار تبدیل شده، چون به ریال خب صفرهای زیادتری مصرف میشه، اینو چطور ارزیابی میکنی؟ اگه دولت احمدی نژاد خب کارش دارن همینا بوده دیگه، 8 سال پس این به قول معروف توپچی رو آب و نون دادن برای روز مبادا، این ولی فقیر اون بالا نشوندن که ناظر بر همه چیز هست، نمایندگی خداوند بر زمین هست. آقای سعیدی هم ایشون رو با پیامبر مقایسه کرده و این کفر نیست، نمایندشون در سپاه پاسداران، به بقیه هشدار داده اشتباهاتی که در صدر اسلام درباره پیامبر شد در مورد ایشون انجام ندید، این کفر به حساب نمیاد. اما آقای سهیل عربی اگه حرف زد کفر، یا محسن امیر اصلانی اگر اومد گفت یونس در دهان ما این نشد باید اعدام بشه. بفرمایید آقای سازمان. بله والا حالا این حرف ها و اقراق های امثال آقای سعیدی یا علم الهدا یا این بادمجون درقابچین های آقای خامنه ای که آقای چالنگی واقعا شرماوره، یعنی میگن آقای خامنه اگر کسی شک بکنه که معصوم نیست یا دشمن یا ابله، این حرف آقای علم الهدا زد و مطالبی که واقعا به لحاظ باورهای اسلامی و باورهای شیعه کاملا مصداق بدعت، کفر و در واقع شریک گرفتن برای عقاید بنیانی شیعه است. اینها که واقعا اگر حساب و کتاب این آقایونی که در قم نشستن و نون این رو میخورند، معلوم نیست چرا اینجاها صداشون در نمیاد که بگن این حرف ها مزخرفه و خلاف هر باوری است که اینها یک عمری درسش نبود. اما آقای چالنگی در خصوص فسادی که
رخنه کرده در سرتاسر مملکت. آقای خامنه ای گفت به قول سعدی ز باغ رعیت ملک اگر خورد سیبی برآورند رعایا درخت از بیخ. آقای خامنه ای یه سیب از این درخت نخورده خودش، ایشون کل درخت رو خورده. وقتی 95 میلیارد دلار ثروت یکی از مؤسساتی که زیر نظر ایشونه و مؤسسه ستاد اجرایی فرمان امام دستش در بسیاری از مراکز اقتصادی کشور باز هستش، بدیهی است که 12,000 میلیارد تومان میشه نرخ رایج فساد که این آخریشه. آقای زنگنه گفته آقا 7,000 میلیارد تومان پولو آقای قطعا آقای بابک زنجانی خورده و پس نیبرده به مملکت بده و قصلا هازا، اعدادی که واقعا در مغز آدم نمی گنجه. اون وقت کارگرا بابت یه ماه حقوق، دو ماه حقوق که بهشون نمی پردازن در معدن بافق، در این کارخونه، در اون کارخونه، ناچارن که دست از کار بکشن، اعتصاب کنن که حقوق، که حقوق حد اقلی خودشون رو بگیرن. من فکر کنم آقای چالنگی، آقای روحانی که در رأس دولت قرار گرفت، نه این دولت، هیچ دولت موفق به حل مشکل اقتصادی مردم نمیشه مگر با این فساد برخورد. ایشون در هفته گذشته صحبت خوبی کرد به لحاظ حرف و اینکه نهادی که در اون اطلاعات دستبند نیروی نظامی ارتباط خبرگزاری پول غیره جمع چه که مراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، این بدیهی است که اگه ابوذر و سلمان هم باشه فاسد میشه. این حرف آقای روحانی میشه یه قدم هم بهش اضافه کرد، نه فقط این نهاد آقای سپاه رو شامل میشه، این نهاد در درجه اول رهبری رو در بر میگیره، نهادی به نام ولایت فقیه که تمام این قدرت ها در اون متمرکزه و دستش در اقتصاد کشور هم بازه. فقط نکته این است که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. آقای روحانی این حرف رو که زد و من دیدم، دنبال کردم، دیدم سپاهی ها کشیدن به سیبیلاشون به قول فرونیا، یعنی صداشون در نیامد، برای اینکه میدونن اگر درش رو باز بکنن صدها مثال میشه زد که سپاه در همه ارکان اقتصادی کشور هست. کیهان یه مقداری فوش داد که آی ضد انقلاب بهره برداری کرده و یه تعدادی از این سایت ها، ولی آقای روحانی ازش توقع هست اگر میخواد کاری بکنه برای مردم، اگر میخواد اقتصاد کشور رو حل کنه، اگر به قول آقای دکتر نوریزاده نون مثل ورق کاغذ با دونه 1,000 تومان نمیخواد بده دست مردم، اقتصاد کشور رو نجات بده از دست این فاسدین، فقط حرف کافی نیست. به نظر من ایشون خیلی روشن میتونه یک لایحه، یک صفحه است، یک چنین لایحه‌ای بده به مجلس، بگه به موجب این قانون اگر وقتی تصویب بشه تمام سازمان‌های اقتصادی که زیر نظر رهبر سپاه، یه دست از این آقایون روحانیون بسیج غیر و حد در ازشون گرفته میشه، ملی میشه، واگذار میشه، ظرف یک سالم دولت موظف اینها رو به ملت یعنی صاحبان اصلیش برگردونه. خب هنوز میشه این توقع رو داشت از ایشون؟ نزدیک 2 سال هست، تا کی میشه؟ بله. امامزاده ای که من کی دخیل هست؟ من به عنوان یک شهروند ایرانی حق دارم و همه شهروندان که به آقای روحانی به عنوان کسی که رئیس دولت شده 18 میلیون هم رأی آورده بگه که آقا شما حرف بسه، شما میخوای کاری بکنی این لایحه رو بده مجلس، توپ میفته تو زمین مجلس. مطمئنا این مجلس آقای چالنگی تصویب نمیکنه، برای اینکه یه عده دوز تو خود همین مجلس هم. فقط 100 نفرشون از آقای سعید مرتضوی حق حساب گرفتن و از دیگرانی. اون وقت راه باز میشه، آقای روحانی میتواند به موجب همین قانون اساسی تقاضای رفراندوم بکنه روی قانون. رفراندوم رو باید رهبر امضا کنه،
همین آقای خامنه ای رو اون وقت میذاره در آمپاسی که آقای ملت من میخوام درست بکنم، این آقای خامنه ای باید این رفراندوم امضا کنه. به نظر من در این حالت به احتمال خیلی زیاد مردم از چنین حرکتی پشتیبانی خواهند کرد، می ایستند، برای اینکه فقر بیداد میکنه. آقای روحانی میتواند قدمی برداره، ولی اگر نکنه، اگر نکنه به نظر من باید بهشون گفت که شما فقط داری بدتر از آقای خاتمی حرف میزنی، وعده میدی و در واقع عزمی برای کار نداری. بسیار خوب، من گوشه ای از حرفای اتفاقا آقای خاتمی رو در اینجا میذاریم، حرفی که در همین زمینه زد. آیا از آقای خاتمی، از آقای روحانی میشه انتظار داشت یا خواست یا متوقع بود؟ من کسانی که رأی دادم و انتظار دارم، طبیعی هم هست از آقای روحانی انتظار داشته باشن، منظورم بینندگانی هست که رأی دارن، عرض کنم خدمتتون. اما آیا واقعا میشه توقع داشت که گامی بردارن که فکر میکنن خلاف مصلحت نظام هست؟ پاسخ این پرسش رو آقای محمد خاتمی جلد زرکوب به قول معروف آقای حسن روحانی داد. از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقر نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم؟ با کدوم اعتقادات؟ آقای نوریزاده عزیز، از قضا در همین زمینه که بیننده ما آقای داوود یا دیوید نوشتن، ایشون پرسیدن که این آقای روباه بنفش، حرف ایشون هست، حرف آقای دیوید هست، روباه بنفش آقای روحانی چه وضعی بهتر شده در زمان ایشون که به اصطلاح در زمان انتخابات خیلی ها امید بسته بودن به آقای روحانی، نسبت به گذشته چه وضعی بهتر شده؟ باز همین پرسشی که شاید آقای سازگارا به نحوی جواب دادن، مایل بودم این بیننده ما این پرسش رو با شما در میان گذاشت. آقای چالنگی، وضع بهتر نشده. وضع شاید مردم تو خیابون که هستن یا در روابطشون با ارگانها، با تشکیلات دولتی، احساس میکنن زبان گفتگو و محاوره تغییر کرده. وزیر ارشاد حالا میاد میگه رئیس جمهوری به شدت با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالفه. وزیر کشور میگه باید بشینیم در رابطه با فعالیت سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی قوانین و اینا رو سریع‌تر تصویب کنیم. حرفایی از این قبیل زده میشه. یا انشالله در عرصه بین‌المللی آبروی کشور رو حفظ خواهیم کرد. اما مردم با پوست و گوشتشون نگاه میکنن شرایط خیلی فرق نکرده. فقط حالا پاسدارا یا ماموران توی خیابون که با مردم رفتار وحشیانه داشتن، حالا با قاشق و چنگال مردم رو میخورن، قبلا با دست میخوردن. متاسفانه ببینید فضایی که بعد از انتخاب آقای خاتمی در ایران ایجاد شد یه فضای متفاوت بود. حداقل 3-4 سال علارغم قطع‌های زنجیره‌ای، علارغم 18 تیر، این فضا حفظ شد و مطبوعات نقش موثری داشتن. امروز ببینید من نگاهی به مطبوعات میکنم، نشرات همه رو میبینم، بعضیاشون واقعا به جان میزنن برای اینکه دو کلمه حرف حسابو به مردم برسونن، ولی بسیار مشکله. تعداد زیادتر شده، رو میز روزنامه فروشی ها تعداد زیادتری روزنامه میبینیم، اما یه دسته روزنامه همه مثل همن، امید میپراکنن،
یه دسته روزنامه هم سیاهی و وحشت و که بله این روحانی هم هیچ کاری نمیکنه و احمدی نژاد یه نوعی بهتر و مسخرش بکنن و این کارا. کاری انجام نمیشه برای اینکه ببینید آقای آقای نوری‌زاده، ببینید پرسش اساسی تر شاید این باشه که چرا چنینه؟ یعنی چرا وضعیت یک کشوری به این بستگی داره که اگر یک بابایی رفت بابای دیگه اومد همه جور کم و بیش این هست، اما در یک چارچوبی هست که یک مرتبه از این ور به اون ور نمیتونن بشن. در آمریکا یا انگلستان که شما هستین و بقیه جایی که ضوابط دخ برای نظارت مردم بر دولت وجود داره، اما در یک کشورهایی مثل ایران چرا وضع اینطوره که یه بابای میره یه بابای دیگه ای اومد وضع به کلی ممکنه عوض بشه، یه خورده بهتر بشه، یه کمی میدونین اگر اون موقع با چماق میزدن تو سر مردم این بار با اسید بپاشن به روی دختر. منظور من اینه که چه کار باید کرد که اگر از هر کسی بیاد بشینه اون بالا فرقی نکنه، یه طیفی بتونه یه کمی بتونه برنامه‌هاش فرق کرده باشه، نه اینکه یک مرتبه از این بر به اون بر، نه اینکه یک روزی به قول شما مطبوعات یه مقداری آزاد باشن فرداش یه بابایی میاد به کلی مطبوعاتی چرف نمیتونن بزنن. راه چیه؟ مشکل چیه؟ الان عرض میکنم خدمتتون، ما در دولت جمهوری اسلامی یک بروکراسی وحشتناک گسترده تو در تو پیدا کردیم، یعنی ابزار بزرگ شده بدون اینکه این ابزار قادر به دادن اون خدماتی باشه که مردم انتظارشو دارن. مثال ساده‌ای براتون میزنم، بنده و شما روزگار گذشته رو به یاد میاریم، خیلی خوب جمعیت نصف حالا بود، اما شما مثلا سازمان رادیو تلویزیون رو پیش خودتو حساب میکردید، 2,000-3,000 تا کارمند داشت در کل کشور و یک بودجه‌ای داشت، برنامه‌هایی درست میکرد، مردم هم دوستش داشتن، خیلی هم مورد توجه بود، پیشرفت هم داشت میکرد. امروز شما یه سازمان مخوفی دارید که آقای حاج عزت وقتی میره 300 میلیارد بدهی به جا میذاره، یک دستگاه مخوفی که ده‌ها شبکه داخلی و خارجی درست کردن، حاصلش هیچه به اضافه هیچه. یعنی اون چارتا و نصفی سریالی هم که قبلا درست میکردن مردم میدیدن الان تبدیل شده به نوحی خونی های عبوس، داستان هایی که از اول تا آخر عشق در رو گریه مردم بگیره. این دستگاه عریض و طویل به چه درد ایران میخوره؟ به وزارت خونه ها برید، همین کار تو وزارت خونه ها شده. وزارت ارشادی که بنده و شما یادمونه یه وزیر داشت و 4 تا معاون و 2 تا مدیر کل، الان تبدیل شده به یه هیولا، 10 معاون و مشاور، هر معاون 10 تا مشاور داره، هر مدیر کل 10 تا مشاور داره، مشاورا باز یه تیم همراه دارن، یه چیز عجیب غریبی درست شده. بعد یه ارگانی به نام حراست در هر دستگاه دولتی، یه ارگان مخوف حراست. پس اینها مکنده سرمایه کشورن، پول کشور رو میبلعن، پولی که باید سرمایه گذاری بشه، کار تولید بشه، میره تو شکم رئیس حراست و دار و دسته. مملکت نیاز به یک انقلاب اداری داره، نیاز به این داره که روزخانها کنار برن و افراد قابل و لایق مملکت رو اداره کنن. آخه ببینید ما به جایی میرسیم که میگن آقا بودن آقای علی جنتی، خدای شکر که علی جنتی در وزارت ارشاد هست یا آقای طیب نیا در وزارت دارایی. ما فقط 40-35 سال بدبختی کشیدیم که به اینجا برسیم. جمشید آموزگار چه عیبی داشت وزیر دارایی ما بود که حالا باید خوشحال بشیم آقای طیب نیا تازه این آدم خوبیه؟ یا آقای داریوش همایون چه عیبی داشت که حالا آقای جنتی بیاد وزیر ارشاد ما بشه؟ میگم اسباب تأسف همین جوری حجم دولت رو بزرگ کردن. دستگاه مقام معظم رهبری در زمان آقای خمینی 60-70 تا تو جمکران و دورور بودن و بیت و غیره ده. یه عده‌ای هم بیرون بودن. 12,000 نفر حقوق بگیر داره آقای خامنه‌ای، 12,000 نفر. شما تصور بکنید دربار پهلوی 200 نفر بیشتر نبودن، دربار شاه قاجار هم همچی چیزی نبود. میخوام بگم متاسفانه فقط در نظر بروکراسی بزرگ شدن، مکنده پول مملکت شدن و تولید کننده فساد.
به جای خدمت. آقای آخرین وزیر ارشاد یا وزارت اطلاعات و جهانگردی، اون موقع اسمش بود آقای دکتر سیروس آموزگار، استاد بنده و بسیاری دیگه از روزنامه نگاران هم نسل ما بود در دولت بختیار، آقای سیروس آموزگار در پاریس هستن، تندرست و شاد باشن همیشه. اما آقای نوری‌زاده شما گفتیم ملایان یا به لفظ دیگری آخوندها کنار برن، انقلاب اداری. من یه گزارش خوندم که رمالی ضمناً در ایران امروز روز از شغلهای پردرآمده، اونا چی؟ بله حتما هست، اینا همه عرصه ها رو اشغال کردن، یعنی هم کارخانه کاندوم سازی دارن، هم رمالی دارن، هم وارد کننده بکارت مصنوعی از چینن، همه جور چیز در اختیارشونه. اخیراً هم عروسک دارن از چین میارن، عروسکای با هیکل انسان. اینا طلبم که خبر دارید که از چین قرار گروهی بیاد، همون بله دانشگاه المصطفی. بله این چیز رو هم، این عروسکای مصنوعی هم آیت الله امامی کاشانی داره وارد میکنه. آقای سازگار، بیننده دیگه تفسیر خبر آقای سامان سام پرسیدن که این پرسش رو مطرح کنید که در این با این پولهایی که غارت کردن، اگر بخوایم همینجوری بگیم تخمینی، که چه مبلغی بوده و با این مبلغهای غارت شده چه میشد کرد برای آبادی مملکت و ایجاد کار، شما چه نظری دارید؟ و والا اعدادی که آدم میشنوه بزرگترین دزدی، تازه مسئله این 12,000 میلیارد تومان یا 7,000 میلیارد یا 3,000 نیست، بزرگترین دزدی در بانک ها اتفاق افتاده که به روایتی 75,000 میلیارد تومان و پاره ای از مسئولین میگن تا 150,000 میلیارد تومان پول بانک ها رو گرفتن، خوردن و پس ندادن. اعدادی که میشه بزرگترین دزدی تاریخ اسمش رو گذاشت. پول بانک پول مردمه و خود آقای خامنه ای 3 تا بانک زیر نظرشه، پاسارگاد، پارسیان و کارآفرین، سپاه هم همینطور. و این بانک ها رو واقعا شما اگر ببرید روی اون چیزی که اروپایی ها میگن استرس تست و ضوابطی که باید یه بانک داشته باشه، 90% چون باید تعطیل کرد، برای اینکه در واقع مغازه حقه بازی است که پول مردم رو میگیره، کسانی بر میدارن میرن سرمایه گذاری میکنن، کارهای دیگه میکنن یا از کشور خارج میکنن و اگر یک روزی مردم برن همه پولشون رو بخوان از بانک بگیرن، چند برابر موجودی مردم رو تا الان خوردن و رفته. بنابراین این اعداد اعداد وحشتناکی است که بنیه اقتصاد کشور رو ویران کرده. این که باهاش چه کار میشه کرد، دیدم یکی از مسئولین گفته بود که به ازای تو صنعتی، در واقع اشتغال صنعتی، به ازای هر یک کارگر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری نیازه. البته اشتغال نوع صنعتی، چون اشتغال ماندگار و مانایی هم هست، شاید گرونترین نوع سرمایه گذاریه، ولی شما اگر دولت بخواد سریع مثل همه جای دنیا مسئله چندین میلیون بیکار رو که از هر 5 خانوار، از هر 4 خانوار ایرانی یک خانوار فاقد هر نوع نوناوری است، یعنی 25% از هر 4 نفر یک نفر بیکاره، 25% نرخ واقعی بیکاری بلکه بیشتر هست، اگر بخواید برای اینها کار ایجاد بکنید، سریع‌ترین روش کارهایی که در امریکا نیو دیل روزولت کردن، در کشورهای مختلف کردن، این است که کارهای خاکی اشتغالزا مثل ساختن اتوبان، راه آهن، جاده‌های مختلف، کانال‌های آب که اینجور مشکل آب به وجود نیاد، پوشوندن کانال‌های آبی که زمین‌ها رو آبیاری می‌کنه و غیره، میلیاردها سرمایه‌ای می‌خواد و نیروی کاری که انجام بده میتونه میلیون ها نفر رو سر کار ببره، اینفراستراکچر کشور رو درست کنه. و به نظر من ارقامی که من میشنوم از اختلاس ها و دزدی ها، اگر این ارقام بیاد به فرض پس بگیرن از حضرات و بیاد در این مسیر انجام بشه، نخستین چیزی که حل میشه مسئله
بیکاری است و اشتغال زایی میشه چندین میلیون نفر که به دنبال بیکاری صدها عارضه اجتماعی دیگه گریبان کشور رو گرفته. بله آقای نوری‌زاده، ببینید صحبت سپاه شد، سپاه پاسداران و نقش گسترده‌ای که داره. ضمناً من اینو یادآوری بکنم برای بینندگان که امروز 21 آذر هست، سالگرد بیرون رفتن نیروهای ارتش سرخ پیش از 21 آذر و سالگرد برچیده شدن دستگاه آقای پیشه‌وری، شاخه حزب کمونیست شوروی در زمان استالین در آذربایجان. ارتش ایران نقش بسیار بسیار مهمی داشت در این ماجرا و بازگرداندن یا جلوگیری از جدا شدن آذربایجان از ایران. ناگفته نمانه که قوام السلطنه نیز در این زمان هم نقش دیپلماتیک مهمی داشت، نخست وزیر وقت، و همچنین بسیاری هم بر این عقیده هستند مورخین که تهدیدات ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا که مستقیما متوجه استالین بود در نامه‌ای برای استالین، زمینه‌ساز پس کشیدن نیروهای روسیه از آذربایجان ایران شده بود و مقدمه سقوط دستگاه جدایی طلب پیشه‌وری در آذربایجان. نامه‌ای هم خود استالین برای پیشه‌وری نوشته بود که دلایلش رو ذکر کرده بود. بحث‌های تاریخی، سالگرد چنین رویداد مهمی در تاریخ ایران هم هست امروز. اما آقای نوری‌زاده، ببینید در چون این ارتش ایران که به سختی ساخته شد عملا فلج گردید، پراکنده گردید و بسیار لطمه خود سرانش اعدام شدن در پس از انقلاب و همه این اتفاقات که شرح مفصلی است، جایگزینش سپاه پاسداران شد که الان میبینیم به چه وضعی شما اشاره کردید آقای سازگارا. هم یک نکته من اینجا دارم. ببینید سپاه پاسداران مرکب از چه افرادی؟ بسیار مردم نازنین، اصلا بحث ما این نیست، خوبن بدن یا چه، سرانشون که الان معلومه چه کاره هستن همه، اما جوانانی، بچه‌هایی که رفتن به جنگ کشته شدن به هر دلیلی، میهنی، اسلامی، مذهبی، هر انگیزه ای که داشتن. آیا یک سپاه هر مال هر کشوری ابتدایی ترین کاری که میکنه تدارکات معمولی جمع‌آوری اجساد قربانیان، کشته شدگان، نیروهای خودش است؟ مگر در موارد اضطراری؟ شما ببینید هنوز همین دیروز پریروز بازمانده های جسد قربانی 15 ساله را آوردن و ملت شهید پرور با آب و تاب هم خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داده. بعد از این همه سال از جنگ گذشته تازه جسدها را الان پیدا میکنه. یعنی شما دیدین تا این همه سالها کفایت و لیاقت جمع‌آوری کشته شدگان خودشو نداشته نیروهای سپاه پاسداران. این رو شما بفرمایید. از این چنین ابتدایی ترین وظیفه رو یاد نگرفتن، انجام ندادن. بعد از این همه سال، 20 سال چقدر هست، استخوانهای جوان 15 ساله رو تازه پیدا میکنه. 100 سال پیش در روزی مثل دیروز که اینجا به این مناسبت مراسمی برگزار شد، ناگهان در جبهه های جنگ آلمان و بریتانیا و جبهه های جنگی که داشتن آهنگ نواخته شد و به جای جنگ اومدن دو طرف به هم سلام گفتن و به مناسبت نزدیک شدن کریسمس گفتن یک روز آتش بس. تو این روز فوتبال بازی کردن، جنازه های رفقاشون رو که بر زمین مانده بود به خاک سپردن، جنازه هایی که مدت ها به خاطر ادامه آتش نمیتونستن پیدا کنه. جمهوری اسلامی برای اینکه دهان خانواده ها رو ببنده تابوت هایی رو اوورد و به اسم جنازه دفن کرد. بعدم میگفت چون استخوناس از هم پاچیده تصویر بدجوره که بسیاری گفتن حیواناتی رو در این تابوت ها گذاشتن به اسم انسان. حالا عراقی ها در جستجوهاشون میرن قبرهایی پیدا میکنن، میبینن پلاکی برگردن برای استخوانهاست نوشته عباس حسینی مثلا. خب اینو میارن بیرون، میبینن از سپاه خودشون نیست، به سفارت و کنسولگری های ایران اطلاع میدن، به خصوص در بصره، و اونا فهرست میکنن میفرستن. بعد معلوم میشه اینا جمعی گردان سه لشکر سارالله بودن یا لشکر ولی الله بودن
که کشته شدن و جمهوری اسلامی به دروغ یه مش تابوت به خانواده‌هاشون داده به اسم این شهدا. و در این زمینه تو ادبیات معاصرمون هم داستانهای متعددی نوشتن که این کار جمهوری اسلامی چه بلایی سر خانواده آورده، که یه دفعه بعد از مدتی پسری که در جنگ شهید شده، همسرش به عقد برادرش در برادر اون پسر در اومده، بچه دار شده و پسر ناگهان ظاهر شده، که من این رو یه در مورد یک خلبان دقیق میدونم. به هر حال آقای گفت چیش مثل آدمه که بقیه چیزاش باشه. کدوم کار اینا درسته که این یکیشون باشه؟ سپاه پاسداران امروز فقط دنبال دلالی و فساد. بگذارید یه موضوع در این برنامه که بسیار پربیننده است بنده ازش پرده بردارم. آقای چالنگی عزیزم، بنا به آماری که خودشون دادن 2,200,000,000 دقیقه در سال مکالمه خارج از کشور میشه، یعنی از داخل ایران به خارج تلفن میشه. قیمتایی هم اومدن درست کردن که از دقیقه 50 تومن شروع میشه میره تا 390 تومن، 400 تومن. حالا مثلا یه قیمت رو میدم بهتون که 8.5 سنت برای پاکستان، 550 تومن. اما اینا این رو از دولت پاکستان، یعنی از شبکه تلفن پاکستان نمیرن، بلکه خودشون که میگن مدعیان با قاچاق مبارزه میکنیم، میرن از شرکت‌های غیر قانونی به 1.5 سنت میگیرن. شما تصور کنید سپاه چقدر داره در این ماجرا پول به جیب میزنه. یعنی یک موردی رو من اینجا مثال زدم، از یک مورد 1.5 سنتی 8.5 سنت میگیرن، یعنی 7 سنت اضافه میگیرن. و این میتونه برای شما میزان درآمدی که در سال اینا به جیب میزنن، الان میخوان شرکت های خصوصی رو ببندن خودشون بالا بکشن. مورد دیگه امنیت شبکه زیر ساخت، صدها نفر آدم غیر متخصص رو نشوندن به تلفن های من و شما گوش بدن، اینم کار سپاهه. سپاه پاسداران به این کارا چی کار داره؟ سپاه پاسداران باید به دفاع کنه از کشور، حالا دفاع از نظام هم بکنه. اگر با 4 تا تلفن ما این نظام فرو می‌ریزه، بگذار فرو بریزه، که این نظام نظامی نیست که. پس چرا قد وحشت دارید از 4 تا تلفن؟ شبکه اجتماعی، آقای رئیس جمهور میگه شبکه های اجتماعی فیلتر نباید بشه، توی دهان ایشان میزن آقای علم الهدا، اون آقای احمد جنتی و دیگران، که نخیر باید بشه. این حرف حداد عادل جارب بود، گفت آقا ببینید این شبکه های اجتماعی مثل شراب در قرآنه، که میگه مزارش بدتر از منافعش. خب معلومه یه آدمی مثل آقای حداد عادل توجه به منافع شراب داره، بنابراین اون قسمت مزارش بدمستی و اینا رو کنار میذاره. این حرف شبکه های اجتماعی مثل شراب در قرآنه، یعنی باید حرامش کرد. بله کشفیات آقایون در قرآن که بسیار زیاد هست. الان آقای نوریزاده، آقای محمد حسن ابو ترابی فرد، ایشون مثل که نماینده های مجلس هم باید باشن، گفته بله. نایب رئیس مجلس ایشون اومده گفته که حضرت عیسی خردسالترین بسیجی بوده، یعنی دیگه دامنه با معیارهای خودشون دارن، خب این یه نوع کفر دیگه، دامنه کفر درباره پیامبر اسلام و اینها کافی نبود که رسیدن به یونس در دهان ماهی شد بسیجی، از همین بسیجی هایی که اشاره بیشن. من آقای نوریزاده و همینطور آقای سازگار، من واقعا به خانواده آقای هاشم خلیدی، جوان 15 ساله ایرانی که در جنگ کشته شد و به گفته خبرگزاری فارس پیکرش رو تازه تحویل دادن، تسلیت میگم و به همه عزیزانی که در جنگ کشته شدن، قطعا هدفشون این نبود که با لگدمال کردن به همین ادبیات خون اونها، رهبران پاسداران به این میلیاردها ثروت دست پیدا کنند. اما آقای سازگارا، یکی از مواردی این پولهای حیف و میل شده، من بارها اینو گفتم، شما اشاره کردید که با این پولهای حیف و میل شده، میلیاردها دلار، چندین میلیارد دلار حیف و میل شده، واقعا نمیشد وضعیت همین معلولان جنگ رو سامان داد. خبرهایی به دست ما میرسه که از همین معلولان نازنین جنگ که در خونه افتادند،
شیمیایی شدن، هر چی که هست محتاج نون شب هستند، وضعیت بد وخیم همه این چیزها رو دارن. بله سپاه ناقص بود برای جنگ، ناتوان بود و بسیار اشکالات داشت، ولی نتیجه این شد بالاخره. الان نمیتونن به جای این پولا و این عوام فریبی های ظاهرن مکتبی بیان و این پولا رو خرج همین مردم بکنن، همین مردم که در جنگ بودن، پاشون از بین رفته، شیمیایی شدن و بقیه مسائل. از شما میپرسم. قطعا بنیاد مستضعفان و جانبازان طبق تغییری که در اساس نامش داده شد مسئوله که به همین جانبازان جنگ، معلولینی که از جنگ به جا ماندند، به رسیدگی کنیم. یک بنیاد شهید هم داریم که قرار است به خانواده های شهدا رسیدگی کنیم. ولی شاید ساده ترین و منطقی ترین کار اگر آقای روحانی چنون لایحه‌ای رو به مجلس قرار باشه بده این باشه که در چنون لایحه‌ای بنیاد مستضعفان رو هم از رهبر بگیرند و واگذار کنند به نزدیک به 500,000 مجروح جنگی که الان هستند. اگرچه به نظر من بسیاری اموال بنیاد مستضعفان رو باید صاحبانشون رو پیدا کرد، به صاحبانشون برگردوند و اگر اونها راضی بودند به جانبازان جنگ تحویل بدن، برای اینکه خیلیش مصادره است، ولی در طی این سالیان دستش به بسیاری از جاهای دیگه کشور دراز شده که بسیار بسیار بزرگتر از روز اول هم شده. ببینید به نظر من یک عده از این آقایونی که الان به دلیل سالهای جنگ، 8 سال جنگ با ایران و عراق، جنگ وحشیانه و غیر انسانی که بین دو کشور در گرفت، الان طلبکار یک ملت شدن و دم به ساعت به رخ یک ملتی میکشن، اون هم ملتی که الان بسیاری از جوانها اصلا بعد از جنگ به دنیا آمدن یا کودک بودن در زمان اون جنگ، اون هم و دستشون رو به مال مردم، جان مردم دراز میکنن، به ناموس مردم دراز میکنن که چرا یه روزی جنگ بوده مثلا رفتیم جنگ، در حالی که به نظر من صرف نظر از شروع جنگ که امروزه معلوم شده قابل اجتناب هم بود حتی شروعش، فرض کنیم صدام متجاوز که دیکتاتور خونریزی هم بود متجاوزانه به خاک ما حمله کرد، 1.5 سال طول کشید مجموع نیروهای ارتش، مردمی، سپاه دست به دست دادن دشمن را از خاکمون بیرون کردیم. بعد از فتح خرمشهر همین آقایون سپاهی که الان طلبکار مملکت شدند، طلبکار ملت شدند، امثال آقای محسن رضایی، رحیم صفوی، همین آقای عزیز جعفری و ده ها نفر دیگه، اینها تجویز کردند و در رأسشون به نظر من اشتباه بزرگ آقای رفسنجانی که همراه اونها پذیرفتن قبول رفتن پای اینکه وارد خاک عراق بشن، بصره رو بگیرن، 6.5 سال اضافه جنگ خونینی رو ادامه دادن که اگر در فاز اول آزادسازی خاک ما، خوزستان ما 35,000 کشته دادیم، در 6.5 سال بعدی 230,000 کشته اضافه روی دست کشور گذاشتن، میلیارد خسارت وارد کردن، هزاران مجروح در کشور موند و حملات بی حاصل و عملیات یکی از یکی نافرجامتر و شکست خورده تر، حاصلش این که هزاران جوان کشور، یکیش پسرموی بنده و ده ها دوست و آشنا که هر ایرانی دور خودش میتونه داشته باشه، در این حملات وارد خاک عراق میشدن بدون پشتبانه نظامی درست، توپخانه، نیروی هوایی، نیروی زرهی مناسب، و عراق اونها رو قتل عام میکرد. همه دنیا هم جمع شده بودن بهش اسلحه میدادن، پول میدادن، و این است که جنازه ها بعد از 20 سال، بعد از 20 و چند سال، 25 سال، یکی یکی داره پیدا میشه در گوش و کنار خاک عراق. یعنی هر جای دیگه دنیا بود به نظر من امثال آقای فرماندهان فعلی سپاه باید محاکمه می شدن به دلیل ندانمکاری ها، به دلیل
آشفتگی ها، سوء مدیریت ها در مدیریت جنگ و به کشتن دادن و مجروح کردن هزاران عزیز کشور، نه اینکه الان طلبکار مملکت هستند، سهل است به خودشون اجازه میدن که در فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و همه چیز مملکت دخالت کنن، و سهل است الان همین فرهنگ رو میخوان به جای دیگه ببرن. حاصلش یک گرفتاری بزرگ در منطقه هم هست که حالا آخریش این که 6 کشور عضو شورای خلیج فارس دارن ارتش مشترک، پلیس مشترک درست میکنن. بله اونو حتما میرسیم. منطقای سازگارا قبل از اینکه بریم به اون ور خلیج فارس، این پرسش هایی به طور کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. این که ببینید خیلی برای این اعتقاد هستم با اشاره به اسناد گفته ها دلائلی که همون موقع رفسنجانی و بقیه آوردن برای ادامه جنگ، که اینه که هدف از ادامه این بود یا جنگ این فرصت رو داد، همونطور که آیت الله خمینی گفت موهبتی سلاحی، این فرصت رو داد که نظام حالا تثبیت شد یا نشد تثبیت کنه خودش رو. یعنی اگه خاطرتون باشه اعتراضات علیه حکومت، اینو من برای نسل جوان میگم، یعنی این امکان فراهم کرد که با زیر چتر و سایه ادامه جنگ سرکوب ها رو گسترش بده یا آغاز کنه به طور گسترده و بعد گسترش بده، و به هر حال بگیر و ببندها از همون سالهای پس از ادامه جنگ گسترده تر شد. این نظر رو چطور شما؟ والا آقای چالنگی، حتی اگر حتی فرض کنیم اگر چون این چیزی در ذهن آقای خمینی یا آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده، در فاز اول جنگ چپ مملکت، نیروهای چپ و دگراندیش مملکت در سالهای 60 و 61 قتل عام شدند به دست مسلمان‌ها و سرکوب شدند. آقای بنی صدر هم سال 60 در واقع از کشور رفتند. یعنی تا زمانی که خرمشهر فتح شد، اگر فرض کنی من در ذهنشون چون این چیزی بوده، سرکوب مخالفین، سرکوب نیروهای دگراندیش سیاسی انجام شده بود. باز هم دلیلی نمیشه که 6.5 سال اضافه شما با کشور رو درگیر جنگی بکنید بی‌حاصل، که آخرش بردار آقای رضایی بنویسه که آره ما برای گرفتن بصره حالا 2000 تا تانک میخوایم، 3000 تا توپ میخوایم، 400 تا هواپیما میخوایم، بمب اتمی میخوایم، و امثال هم که اون موقع دولت آقای موسوی برداشت گزارش نوشت با آقای خمینی که آقا نه فقط دولت دیگه پول نداره چون این سلاحایی رو بخره، بلکه حتی امکان و توان ادامه جنگ به وضع فعلی رو هم نداره. به نظر من بیشتر آقای چالنگی این 6.5 سال اضافه جنگ حاصل ندانم کاری، سوء مدیریت و سوء استفاده های مالی و اقتصادی بود که حضرات کردند و در واقع سیطره سپاه رو سعی کردند به همه جا گسترش بدن، موضوعی که تا همین الان هم ادامه داره. آقای نوزاده در همین زمین به اضافه این تکمله که آغاز جنگ که میشد ازش اجتناب کردم توی که آقای سازگار اشاره کرد، به همون کش دادن یکی دو سال اولش حتی، یا به طور کلی جنگی بهانه رو فراهم کرد که حکومت برآمده از انقلاب خودش رو تثبیت کنه. این نظری است که با استناد به گفته‌های پشت پرده اون زمان هست، بخشیش از خاطرات آیت الله منتظری هم میشه استنباط کرد، جاهای دیگه. به اضافه اینکه یک پرسش هم در دل این وجود داره. امروز من دیدم که برادر آقای خامنه ای، آقای محمد خامنه ای اومدن گفتن که بله آقا ما از اوائل همه هم میدونستن که آقای رفسنجانی با امریکایی ها در ارتباط هست و جویای قدرت، تو از این صحبت ها کردن. حرف من باز همینه، شما که از اول همه این چیزها رو میدونستید، سرنوشت یک مملکت رو چه دادید به قول خودتون دست یک نفر که با بیگانگان در ارتباط؟ آقای سید محمد خاتمی خامنه ای، محمد خامنه ای آقای سید محمد خامنه ای هم کلاسی دانشکده ما، ایشون خودش یکی از فاسدترین و مرتبطترین عوامل نظام به خارجی هاست. ایشون زمانی که یک پولدار ایرانی بیزنسمن ایشونو می آورد به امارات پلازا در دبی و براشون سفارش زن میداد از آسیای میانه، هیچکی یادش نرفته، با دمپایی تو فرودگاه دبی ایشونو سوار لیموزین میکردن میبردن، بعدم همونجا نمایندگان خارجی میمدن باشون ملاقات میکردن و ایشون گزارش داخلی اخویشون رو میدادن. باری قرازم اینه، ببینید آقای چالنگی، یک رویای جنون‌آمیز هم جنگ رو باعث ادامه شد.
این رویای جنونآمیز این بود که آقای خمینی رو بهش قبولونده بودن که الان مردم عراق برات لهله میزنن. هرچی بهش میگفتن آقا بعضی های دیگه این ارتشی که جلوی ماست دو سومشون شیعن، اسرایی که ما گرفتیم اکثرا شیعن و اینا زیر بار شما نمیرن، دارن از مملکتشون دفاع میکنن. ولی از طرف دیگه گفتن آقا الان تمام عراق داره شما رو صدا میزنه. این رویای جنون‌آمیزی که الان عراق رو میریم میگیریم، بعد اردن رو میگیریم، لبنان و سوریه هم که بالاخره به نوعی مال ماست، بعد میریم فلسطین رو میگیریم، این رویا رو در ذهن بیمار آقای خمینی جا انداخته بودن و اسباب تأسفه که جانشین ایشون امروز همین رویا رو به شکل دیگری دنبال میکنه و به صورت اجرایی درآورده. به این معنا که در همین هفته گزارش های بود که چندین هواپیمای ایرانی فرودگاه صنعا نشسته تا برای مردم بیچاره یمن و حوثی‌های پابرنه، نه اینکه کفش ببره، لباس ببره، میوه ببره، دارو ببره، نه، مواد منفجره و بمب و موشک و تمام وسایل آدمکشی و تخریب ببره. در عراق همینطور، در بحرین جلوی شرکت جمعیت وفاق و علی سلمان رو در انتخابات گرفتن، 18 تا شیعه رفتن مجلس، اونا نرفتن ولی شیعه ها به هر حال در پارلمان رفتن. چرا؟ چون تصور جنون‌آمیزشون اینه که بحرین رو میبلعن و این بلعشی که اینا رو، این بیماری بلعیدن در زمان آقای خمینی به اوجش رسیده بود. دروغ میمدن بهش میگفتن واحدهای ویژه سپاه رفتن در داخل سید صادق، 20 عراقی رو کشتن اومدن. و آقای نوریزاده، همین وقتی اینطور هست، آیا به این نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دوحه رو که اومدن صراحتا گفتن ترکیه و پیش از ترکیه حکومت ایران دخالتاش در منطقه به حد به اصطلاح غیر قابل تحملی رسیده؟ نیروی دریایی مشترک، الان نیروی دریایی مشترک دارن درست میکنن، میلیاردها دلار باز خواهد رفت برای تشکیل این نیروی دریایی. انگلستان بگیم اون شاه ژاندارم خلیج بود، خلیج فارس بود، اما شاه ژاندارم خلیج فارس باعث شد تمام خارجی ها برن و حاکمیت ما برقرار بشه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در پرتو قدرت ایران قدرتمند خیالشون آسوده بشه، ناچار نشن پایگاه به انگلیس بدن، پایگاه به آمریکا بدن، ناوگان آمریکا و فرانسه و انگلیس برگرده. الان فرانسوی ها در امارات پایگاه دارن، در بحرین آمریکایی ها دارن، الان انگلیس ها هم دارن پایگاه دارن، در قطر بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا خارج از آمریکا بعد از دیگو گارسیا اونجاست. خب اینا همه از برکت رژیم نادانی است که با تهدید، با این اداهای که در میاره و پهلوان پنبه بازی ها، کارخانجات تولید اسلحه رو پر رونق کرده. بله متاسفانه شورای همکاری های خلیج فارس تصمیم گرفتن یک نیروی رزمنده قدرتمند دریایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کنند. سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در لندن و سپاس از شما آقای سازگارا در شیکاگو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. پرسش های بینندگان ما بسیار در برنامه های دیگه حتما مطرح خواهیم کرد. علی سوهی از اصفهان و بقیه افسانه ایرانی ننوشتن از کجا و بقیه بینندگان ما حتما در برنامه های دیگه مطرح خواهیم کرد و نیز در روزهای دیگه پرسش های از مهمانانی که پیشتر اعلام میکنیم داشته باشید مطرح میکنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری کوساران دراب، دلهوت، افتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.